من و رضا که خب با هم آشنا شدیم، اینقدر حس و حالمون به هم دیگه خوب بود، خیلی زود رابطمون عمیق شد. ما که گناه نکردیم، ما هم آدمیم، حالا اشتباه کردیم، چه خوب چه درست چه غلط. دوستان سلام، به یه 60 ثانیه دیگه با من خیلی خوش اومدین. امروز میخوایم حواشی اکس دیت جنجالی رضا رفیق با دختری که سما سالاری نیست رو بررسی کنیم. پس دکمه سابسکرایب رو بزنید و تا آخرین پست با من همراه باشید. رضا رفیق واینری که با همکارش سما سالاری ازدواج کرده بود و 2.5 سال هم رابطه داشتن، حالا با شرکت در اکس دیت جنجالی، اون هم با دختر دیگه غیر از سما، حسابی حاشیه ساز شده. رضا و سما بعد 2 سال رابطه به دلایل مشکلاتی که از سمت جفتشون خیانت عنوان میشد با هم دیگه به هم زدن. اونها همچنین پستایی در جهت تخریب همدیگه هم منتشر کردن و به نوعی حق رو به خودشون دادن. اما حالا رضا رفیق با دختری به اسم الهه در اکس دیت شرکت کرده و از اون به عنوان عشق زندگیش یاد میکنه. اون دو نفر از جریان آشنایشون میگن و اینکه چطور به هم پیشنهاد دادن. خب بری سراغ اینکه چند وقت با هم تو رابطه بودی؟ حدود 5 ماه. 5 ماه با هم تو رابطه بودی و چند وقتی که کات کردی؟ 20 روز میشه. 5 ماه تو رابطه بودید، 20 روز هم هست که تقریبا کات کرد. کی کات کرد؟ خب من، ولی خب بهتره بگیم که ناخواسته بود، یعنی خواسته قلبی خودم نبودش. چرا تعریف کنم مثلا؟ من و رضا که خب با هم آشنا شدیم، اینقدر حس و حالمون به هم دیگه خوب بود، خیلی زود رابطمون عمیق شد و خب تا اینکه که جدیت رابطمون زیاد شد و خب خانواده من در جریان ارتباطمون بودن و خب متوجه شدن که رضا ازدواج ناموفق داشته، مخالفت کردن و خب با اینکه خواسته خودم این نبود، به خاطر اینکه احساسات بینمون بیشتر نشه، وابستگیمون بیشتر نشه اونجایی که خودم آدم احساساتیم، تصمیم گرفتم که تموم کنم تا بیشتر از این اذیت نشه. بس که شاد دوستی رو داده بود؟ الهه میتونم توضیح بدم؟ آره الهه بهم پیام داده بود، دنبال بازیگر خانوم بودم، پیام داده بود که بیا توی کلیپام بازی کنه. یه دیت با هم گذاشتیم تو کافه، داشتیم صحبت می‌کردیم در مورد کار، همونجا الهه پیشنهادش رو داد. منم چون که حالا از قبل ضربه خوردم و اینا، باهاش صحبت کردم در موضوع، گفتم که من نمیتونم یا همکار باشیم یا با هم باشیم، یکیشون رو باید انتخاب کنیم. الهه من انتخاب کرد و منم خط قرمزم از همون اول این بود که اگه وارد رابطه بشیم به هیچ عنوان تو سوشال مدیا من پابلیک نمیکنم، باید پیوی کنار هم دیگه باشیم و قبول کرد. خیلی عالی. خب بذار از الهه بپرسم چی شد که پیشنهاد دادی؟ خب من قبل از اینکه با رضا آشنا بشم یه رابطه حدوداً 2-3 ساله داشتم که تموم شده بود و خب شکست روحی بدی رو تجربه کرده بودم و خب از اونجایی هم که خب من پیج رضا رو از قبل داشتم، در جریان اتفاقای زندگیش تا حدودی بودم، فکر کردم که خیلی خوب میتونیم همو درک کنیم توی رابطه و خب وایبمون و اصحالمون احساس کردم کنار هم میتونه خیلی خوب باشه. اینطوری بود که کلا دل زدم به دریا و پیشنهادم دادم. بعد یه سوال ازت رضا، تو رابطه قدیمتون جداییه پابلیک شده بود پیجت، یعنی گفته بودی که آره جدا شدم و آره همون روزای اول پابلیک کرد. من داستانش رو همه میدونن، اونایی که میشناسن میدونن کامل. خیلی من. اما وقتی مجری از رضا رفیق میپرسه قشنگترین کاری که طرف مقابلت برات کرده چی بوده، اون میگه کمکم کرده به خاطر شرایط بعدم زودتر خودم رو جمع کنم. خب همونجور که همه میدونن، من تقریبا 2 سال و نیم زندگی کرده بودم با یه خانومی و تازه جدا شده بودم، تقریبا 3-4 ماه گذشته بود تا الهه وارد زندگی شده بود. من هنوز خوب نشده بودم، برام خیلی سخت بود. یه روزایی بود که واقعا حالم بد بود، شاید هر دختر دیگه کنارم بود قر میزد، اذیت میکرد، حس خوبی بهم نمیداد. ولی من قشنگ یادمه اون تایمایی که حال بدی میکشیدم، اذیت میشدم، تنها کسی که دورم بود مثل پروانه دورم میچرخید الهه بود. تو وقتی که حالت بده، درسته حالت بده، ولی متوجه میشی آدمای دورت دارن چی کار میکنن، بعداً به خاطر میاری. من قشنگ موقع رو یادمه که الهه چجوری کنارم بود و یکی از بهترین روزهای زندگیم به نظر من موقع بود که من تونستم از اون ماتریکس کلا خارج شم. یعنی شاید الهه نبود به همین زودی ها بلند نمیشدم. و اینو مدیون الهه‌ای و
گویا علت جدایی این دو نفر مخالفت مادر الهه به خاطر ازدواج ناموفق رضا بوده و وقتی مجری از رضا میپرسه که حسرت چی تو رابطت مونده، رضا میگه کسی که یه بار ازدواج کرده گناه نکرده، نگاه ها خیلی روب سنگینه. حسرت که بلام من تو رابطه خودمون حسرتی به دلم نمون، ولی یه درد و دلی که دارم باهاتون اینه که کسی که یه بار جدا شده آدم چه خانم چه آقا فرق نمی‌کنه. ما که گناه نکردیم، ما هم آدمیم، حالا اشتباه کردیم چه خوب چه درست چه غلط، اتفاق افتاده دیگه. یه ذره سنگینه، نگاه ها سنگینه. منی که الان پسرم دارم این نگاه رو می‌بینم از یه خانواده، برام گیرون تموم شده. کاش فرهنگمون بیشتر، فرهنگ ما ایرانی‌ها به این سمت، یعنی ایرانی‌ها میگن اون دختره جدا شه، پسره چی اسم این دختره دیگه تو شناسنامه‌شه، فردا بچه دارشین این اسم رو بچه میخواد بگه اسم کیه، اینجور چیزا هستش متاسفانه که یه ذره آزاردهنده است. رضا همچنین در جواب سوال بعدی مجری که پرسیده بود با دوست جنس مخالف موافق یا نه، با تیکه به سما سالاری میگه تجربه نشون داده دوست جنس مخالف همیشه تو نیمکت ذخیره میشینه. کلا میخوام بدونم با دوست جنس مخالف موافقی یا نه؟ بدونم اوکی نیست. نه مخالفم واقعا. چرا؟ کلا برام اوکی نیست، یعنی تو ذهن خودم تصور این که خب رضای دوست دختری داشته باشه، باهاش بیرون باشه، درد و دل کنه، یعنی بهش فکر میکنم حالم خراب میکنه و خب متقابلا همینم هست، یعنی نمیتونم فکر کنم که رضا هم همین فکر کنه و حالش بد بشه، برای همین واقعا مخالفم. خیلی عالی. رضا تو مخالفی یا؟ من مخالفم قطعا. چرا؟ مشخصه دیگه، دوست جنس مخالف تو صندلی نیمکت ذخیره نشسته دیگه، این چیزیه که تجربه نفر بعدی رابطه میشه. آره. به هر حال یکی اون وسط یه احساساتی داره، به نظرم فقط دوستی نیست، یه نفر یه حسی به وجود میاد، یه حسی حالا شاید رضا نباشه اون آدمه، ولی خب اون دختر ممکنه اون احساسات برش به وجود بیاد. آره یه چیز دیگه هم که هستش، هندلینگ بازیگر خانوممو قرار دادیامون کلا الهه انجام میده، مثلا گفتم فردا تصویر دارم با ایکس تماس بگیر، میومد سر تصویر. آره رابطه اونجوری هم با همکارام ندارم. چرا قشنگ. حتی یه سری عکسایی که مثلا می‌بینن تو فضای مجازی، اونا رو الهه گرفته از من بازیگرام. آها، خدا الهه میگه. یعنی در جریان کامل رابطه‌های شما بوده با دوستا، مدل‌ها، بازیگرای خانومتون. رضا همچنین در جواب سوال تا حالا عاشق شدی، رابطش با سما رو عشق بی تجربه و رابطش با الهه رو عشق با تجربه خطاب می‌کنه و میگه حس جدیدی رو تجربه می‌کنم. تا حالا عاشق شدین؟ میخوای از رضا شروع کنم؟ خب آره دیگه، من 3 سال 2 سال و نیم عاشقی رو تجربه کردم، الانم که یه حس جدید بود، اصلا الهی یه حس جدید بود، یعنی یه حس عاشقانه با تجربه. یعنی یک بار قبلا 2-3 سال و بعد الان دوباره برای بار دوم عاشق الهی شدی؟ عشق با تجربه. تجربه. اما در آخر با توجه به تلاش های زیاد رضا، وقتی ازشون میپرسن که حاضرین به هم برگردین، الهه دیسلایک نشون میده. چشماتون رو ببندین و دوتا سوال میپرسن. هنوز هم همدیگر رو دوست دارین و این که در آخر میخواید به همدیگر فرصت دوباره بدین و برگردین رو بکنین؟ اوکی، چشماتون رو باز کنید. نظر شما درباره این حواشی چیه؟ برامون کامنت کنید. در آخر مرسی که تا آخرین پست همراه من بودین. لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایبتون از کانال ما حمایت کنید. همچنین زنگوله زیر این پست رو فعال کنید تا از پست‌های جدید ما هم با خبر بشید.